توی جلسات قبل انواع و اقسام ابهام ها و رفع ابهام رو با همدیگه بررسی کردیم میخوایم توی این جلسه بریم سراغ پیوستگی همون مفهومی هستش که شما توی دبیرستان خونده بودید لیمیت چپ با لیمیت راست و مقدار تابه توی اون نقطه باید برابر باشه بریم روی تصویر دوستان ببینید پس من اینجا رو اگر بخوام مفهوم پیوستگی رو براتون بنویسم لیمیت اف ایکس ایکس به سمت حالا هر نقطه نقطه آ سمت راستش باید برابر باشه با لیمیت اف x ایکس. ایکس به سمت آ همون نقطه آ سمت چپش و اف آ اینجا هم حالا این مساوی رو برای این تا در نظر و اگر این سه تا تصاوی با هم دیگه برقرار باشن این سه تا عبارت با هم برقرار باشن میگیم تا پیوسته است بریم روی این سال سوالش این بوده آ رو طوری پیدا کنید که این تابه پیوسته بشه بچه ها، از کجا بفهمیم تو چه نقطه پیوسته بشه نکتش تو اینجاست نقاط مرزی ببینید این میگه از صف تا پی پایینی میگه از پی تا دو پی ببینید این شکلی حالا این تو خالی خب ببینید الان نق... نقطه مرزی جایی که ممکنه ناپیوستگی پیش بیاد دو نقطه پیه پس اگر نقطه رو به شما ندادن مرزها پتانسیل ناپیوستگی داره خب میریم شرط ها رو اعمال میکنیم این شرط میگیم لیمیت اف x به سمت آ آ همون نقطه مونه که شد پی از سمت راست حالا اول سمت چپش رو بنویسیم خب بچه ها از کدوم ضابطه بالایی یا پایینی باید استفاده کنیم میگه سمت چپ پی یعنی از پی کمتر میبینید اینجاست پس میشه از ضابطه بالا باید استفاده بکنیم کسینوس دو x سوم x به سمت پی وقتی جایگذاری میکنی میشه کسینوس دو پی سوم بچه کسینوس دو پی سوم میشه 120 درجه میشه منهای یک دوم تو آ هم ضرب میشه میشه منهای آ دوم حالا باید بریم سراغ اف آ یعنی اف پی بچه اف پی کدوم رابطه تساوی داره رابطه بالا اگه پایینی تساوی داشت باید اف پی رو را از رابطه پایین استفاده میکنیم ولی الان گفته از رابطه بالا یعنی تو رابطه بالا به جای اکسا بزار پی باز همون منهای آ دوم میشه و میریم سراغ سمت سوم یعنی این عبارت لیمیت f x به سمت a که a مونم شده p توی این سال p راست حالا از کدوم قسمت باید بریم از رابطه پایینی ببین p راست سمت راست p بزرگتر از p میشه لیمیت رادیکال یک به اضافه کوسینوس x x من های p x بره به سمت پی p راست خب یک به اضافه بچا میشه حالا میخواستم بگم از فرمولای طلایی بریم ولی حالا میشه تغییر متغیر داد دوستم نداشتید ندید فرقی نمیکنه ولی بذارید اول تغییر متغیر بدیم x منهای p رو بگیریم t پس x میشه p به اضافه t جایگزینی بکنیم یک به اضافه کسینوسه به جای x میذاریم p به اضافه t مخرجمون چی میشه x منهای p هم که گرفته بودیم t t حالا باید بره به سمت بچه ببینید به جای x اگر بذارید p راست منهای p حاصل میشه صفر راست این شکلی شد خب صورت کسینوس پی به اضافه تی و چون میخوایم ساده کنیم میشه کسینوس اولی کسینوس دومی منهای سینوس اولی سینوس دومی سینوس پی که کلا میشه صفر کسینوس پی میشه منهای یک میشه منهای کسینوس تی پس میشه لیمیت تی رادیکال یک منهای کسینوس پی به اضافه تی شده بود منهای کسینوس تی دیگه منهای کسینوس تی تی هم بره به سمت صفر راست حالا یک منهای کسینوس بچه ها چی می شود؟ فرمول تلایی دو تا سینوس تی دو تی دوم اینجا هم تی تی به سمت صفر راست خب رادیکال دو تا سینوس دو دو که زیر رادیکال میمونه سینوس دو وقتی میاد بیرون میشه سینوس قدر مطلقش تقسیم بره تی لیمیت بگیر تی بره به سمت صفر راست بچه صفر راست توی دایره مسلساتی اینجا صفر دیگه راستش میشه اینجا رو به اول رو به اول سینوس مثبت قدر رو بردارید سینوس خودش رو بذارید اینجا هم که تی خب دوباره لیمیت تی به سمت صفر راست سینوس وقتی زاویه اش صفر میشد میتونستید خود سینوس رو حذف کنید و اصطلاحا هم ارزش که زاویه اش هست رو بذارید تی با تی میره رادیکال دو دوم پس حد سمت راستمون شد رادیکال دو, دو حد سمت چپ شد چی منهای آ و, و مقدار تابه هم شد منهای آ شرط پیوستگی برابری این ستا رابطه است پس باید منهای آ دوم رو برابر بذاریم با رادیکال دو دوم دو با دو ساده میشه آیه شما میشه منهای رادیکال دو با شرط آ مساوی با منهای رادیکال دو، که اون تابه تو نقطه پی پیوسته میشه یه سوال دیگه اینجا هم گفته آ و بی رو جوری پیدا بکنید این تابه پیوسته بشه بچه ها نگفته تو چه نقطه پیوسته خودتون باید ببینید ببینید میگه به ازای ایکس های کوچیک تر از منهای دو x2 x, x مساوی با منهای دو و x بزرگتر از منهای دو کجا مرز این روابطه نقطه این منهای 2 پس خودتون باید تشخیص بده اگه تو سوالم نگفت خوب میریم سراغ سه تا شرط پیوستگی میگیم لیمیت FX x به سمت منهای دو چپ مثلا منهای دو چپ میشه رابطه بالا حد این تاور رو باید حساب بکنیم بچه ها مخرج شما اتحاد چیه؟ مزدوج ببخشید مخرج اون مربع دو جمله بالا مزدوج بالا رو که تجزیه بکنیم این شکلی میشه پایین چی میشه بچه ها؟ میشه x به اضافه دو به توان دو و چون توان دو زیر رادیکال میتونه ساده بشه این شکلی میشه خب منفی دو سمت چپ یعنی مثلا منفی دو و یک دهم ده چون منفی دو و یک دهم ده اینجا بذاریم به جای x داخل قدر مطلق منفی میشه پس شما قدر مطلق رو باید بردارید یه منفی به جاش بذارید x به سمت منهای دو این عبارت با این عبارت میره منهای دو بذاریم منهای چهار یه منفی هم پایین میشه چهار پس لیمیت منهای دو چپ شد چهار تو نقطه خود منهای دو حاصل آه یعنی اف منهای دو حاصلش آه این یه دونه این دومی رابطه سوم چیه؟ حد سمت راست بی به اضافه براکت x2 لیمیت بی به اضافه براکت x2 x بره به چه سمتی بچه ها؟ منهای دو راست بی که اصلا وابستگی به x نداره هیچ اینجا براکت منهای دو سمت راستش باید به توان دو هم برسه خب بچه من منهای دو اگر اینجا باشه سمت راستش میشه اینجا مثلا منهای یک و نه دهم ده وقتی به توان دو میرسه میشه سه و خورده ای از چهار کمتره دیگه پس چی میشه اینجا؟ میشه ب... ب... بی به اضافه سه و خورده ای یعنی مثلا سه راست یا مثلا چهار چپ ولی دقت کنید اینجا اگه اینجا منهای دو چپ بود یعنی اینجا منای دو چپ منفی بود میشد اینجا های دو و یک و خورده ای وقتی مثلا های دو و یک دام به توان دو میرسه میشد چهار خورده ای چهار راست پس خیلی فرق میکنه و باید دقت بکنید پس اینجا شد سه و خورده ای از چهار کمتر دراکتش میشه سه سمت سوم تصاویم نام شد بیه به اضافه سه حالا این سه رو باید با هم برابر بذاریم بالایی هم چی شد؟ یه دونه شد چار یه دونه شد آ یه دونه هم بیه به اضافه سه خب یه بار اولی رو با آخری میگیریم آ مساویه با چهار یه بار هم بی به اضافه سه رو مساوی با چهار میگیریم بی میشه یک و آ و بی پیدا شدن خب توی این جلسه هم ما مباحث پیوستگی رو با هم دیگه بررسی کردیم و دیدیم که شرط پیوستگی این هست که لیمیت تابه تو لیمیت سمت چپ تابه تو نقطه A و لیمیت سمت راستش تو نقطه A و مقدار تابه یا F آ باید با هم دیگه برابر باشه توی جلسه بعد سعی میکنیم مثال های تکمیلی این فصل رو با هم دیگه بررسی بکنیم